سلام، بحث امروز ما درباره گفتمان پهلوی‌گرایی یا پهلویسم است. این بحث خیلی مهمی هستش، چون یکی از ترفندهای بسیار اساسی جمهوری اسلامی در جنگ روانی رو برملا میکنه. ترفندی که حالا نه فقط توی این گفتمان پهلوی‌گرایی، بلکه در گفتمانهای دیگه، در گفتمانهای کاذب دیگه هم مورد استفاده قرار میگیره. و اگر این ترفند برملا بشود، می شود گفتش که یعنی به این جمهوری اسلامی رو ما به یه نوعی خلع اصلاحش کردیم. که میگم برملا بشود، یعنی این که برای بخش زیادی از مردم و جامعه روشن بشه این شیوه یا این ترفند. در ابتدا توضیح بدم، منظور از پهلوی گرایی دفاع از شاهزاده و نمیدونم هواداری از شاهزاده یا ابراز علاقه مندی به شاهزاده نیست. و دیگر این که منظور از پهلوی گرایی این نیستش که شخصی بیاد بحث بکنه و از نظام پهلوی دفاع بکنه. فردی ممکنه کارنامه دوره پهلوی رو مرور کرده باشه و بگه که از نظر من مجموع اقداماتی که شاهان پهلوی انجام دادن مثبت بوده و این خیلی هم عجیب و غریب نیست. یعنی با توجه به بلایی که جمهوری اسلامی به سر ما آورده، خیلی هم ممکنه به این نتیجه برسن که خب پس اون نظام خوب بوده. ببینید، گفتمان پهلوی گرایی در واقع یک شبه گفتمانه و یک حمله است به واقع می شود گفت. به این صورت که ببینید، این گفتمان اولا میاد یا شبه گفتمان اگر بگم درست تره، میاد شروع میکنه از نظام پهلوی دفاع میکنه. خیلی خب، بسیار خوب، اوکی، نظام پهلوی خوب بوده. بعد انقلاب 57 رو میاد انکار میکنه، یعنی اسمای دیگه ای مثلا استفاده میکنن این پهلوی‌گراها، مثلا اینکه میگن شورش 57 یا میگن شورشیان 57. و خلاصه صحبتشون هم اینه که انقلاب 57 یه توطئه خارجی بود، قدرت‌های خارجی میخواستن که شاه از ایران بره و اینا اومدن توطئه کردن، شاه رو وادار به خروج از کشور کردن، خمینی رو آوردن و از خمینی حمایت کردن. تا اینجا هم این یه تحلیلیه که خب حالا شخص میتونه داره این تحلیل باشه، گرچه این تحلیل علمی نیست. یعنی پژوهشگرایی که اومدن روی این مسئله کار کردن، میشود گفت حد یا حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم، جملگی به انقلاب 57 اشاره کردن. میشود به آثار پروفسور میلانی مراجعه کرد یا به کتابی که حالا جهانگیر آموزگار نوشته راجع به انقلاب 57، یا حتی به خاطرات فریدون هویدا میشه مراجعه کرد. و از همه شاید مهمتر، حتی سخنان خود محمد رضا شاه که میگه من صدای انقلاب شما مردم رو شنیدم. یعنی در مورد اینکه انقلاب 57 به واقع یک انقلاب بوده، من فکر نمی کنم که توی محافل علمی اختلاف نظری وجود داشته باشه. این پهلوی گراها هستش که هستن که حالا میان کنن از اصطلاحات اینجوری استفاده میکنن، شورش و اینا، که تا اینجا هم گفتم حالا ما تا زمانی که یک تحلیل باشه مسئله خاصی نیست. اما این موارد، یعنی دفاع تام و تمام از نظام پهلوی و شورش خواندن انقلاب 57، در واقع در پهلوی گرایی یک زمینه سازی برای حمله. اول اینکه اینا شروع میکنن به تمام سازمان ها، جنبش ها و حرکت ها و مقاومت هایی که در دوران پهلوی صورت گرفته، شروع میکنن به همه اینا حمله کردن. شما از کمونیست بگیر تا مجاهد، از جبهه ملی تا نهضت آزادی، گروه های ملی مذهبی، روشنفکرها، نویسنده ها، همه مورد حمله قرار میگیرن، که چون اینها باعث شدن که ما رو به این روز بندازن. و اینها یا خائن بودن یا نمیدونم مزدور خارجی ها بودن. یعنی کلا دیگه کسی نمیمونه که از زیر تیغ این پهلوی گراها سالم بتونه رد بشه. تیخ که میگم البته منظورم همین تیخ توی گفتارها هستش. و نتیجه بعدی که اینا میگیرن شکاف نسلیه، یعنی میان نسل جدید رو یا نسل جوان رو نسبت به نسل قبلی میان بدبین میکنن. آقا اون نسل ما رو بدبخت کرد دیگه، اونا اومدن انقلاب کردن و ما رو به این روز نشاندن. گرچه اینجا یه تناقضی هم هست، یعنی این که خب اگر انقلاب 57 واقعا یه توطئه بوده، بنابراین برای چی باید نسل قبلی رو دیگه ملامت کرد؟ خب منتها در ببینید، در این گفتمان پهلوی گرایی مبنا این نیستش که اینا بخواهن استدلالی بکنن یا بر اساس منطق بخوان بیان گفتگو بکنن، که مبنا اینا حمله است و از هر
تناقضی، هر تناقضی ممکنه توی گفتارشون باشه و از هر فرصتی استفاده میکنن برای حمله. این خیلی هم مهمه. یعنی ببینید در هر کشوری میشود گفتش که افراد 65 سال به بالا معمولا امروز یکی از سرمایه های اجتماعی محسوب میشن. ببینید الان ما ایرانیانی که در خارج از کشور داریم و در سن 65 سال به بالا هستن، یعنی کسانی که ممکن بود در انقلاب 57 نقشی داشته باشن، اینها دیگه عمدتا الان دغدغه مسائل مادی زندگی روزانه رو ندارن. حالا یا حقوق بازنشستگی میگیرن، بعضیشون املاک دارن، جاهای سرمایه گذاری کردن و دارای درآمد هستن، بنابراین میتوانن تمام وقت به کارهای فرهنگی و مدنی بپردازن و از تجربیات این گروه جوانترها و نسل جوان میتونه استفاده بکنه. گفتمان پهلوی گرایی یک چنان بدبینی و شکافی میخواد بیاد ایجاد بکنه که ارتباط قطع بشه. آقا ولشون کن، اصلا گوش نده اینا چی میگن. اینا همینا بودن که ما رو بدبخت کردن و مملکت رو به این روز نشوندن دیگه. یک استفاده دیگه، یعنی در واقع استفاده برای جمهوری اسلامی دارم میگم، در واقع یه سو استفاده دیگه هم که در این گفتمان پهلوی گرایی صورت میگیره، اسمش رو میشه گذاشت امید کشی. ببینید اینا میخوان امید رو از بین ببرن. یعنی ما وقتی که اینطور فکر بکنید که در سال 57 یک انقلابی صورت گرفت، خب نظام شاه همه ما میدونیم یه نظام مقتدری بود، یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان رو داشت، روابط بسیار خوبی با کشورهای جهان داشت، یعنی میشود گفت از یک مشروعیت بین المللی واقعا برخوردار بود. وقتی ما بیان اینو یک انقلاب مردمی تحلیل بکنیم و بگیم که ما ملتی بودیم که توانستیم اون نظام رو با اون قدرت و با اون عظمتش توانستیم سرنگون بکنیم، پس ما ملت این توان رو هم داریم که بتوانیم جمهوری اسلامی رو هم ساقط بکنیم. اما گفتمان پهلوی گرایی میگه نه آقا، مگه کار شما بود؟ اینا یه سری خارجی قدرت خارجی بودن که اونا شاهو بردن، مگه شما فکر کردید شاهو مثلا شما بردید و الان هم اینها دارن از جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن؟ خمینی رو خودشون آوردن، همین الان از جمهوری اسلامی پشت پرده با اونا ساخت و پاخت کرده و ما این وسط در واقع هیچ کاره هستیم. پس حمله به سایرین، ایجاد شکاف نسلی و از بین بردن امید، اینا دستاوردهایی که ترویج دهندگان اصلی این گفتمان پهلوی گرایی به دنبالش هستن. اینکه میگم ترویج دهندگان اصلی، منظورم اینه که حالا شما اینایی که افرادی که میان تو فضای مجازی یا این سایبریا، خیلی اینا رو نباید الزاما جدی بگیریم. بسیاری از اینا خودشون واقعا ناراضی هستن از وضع موجود در ایران، بعضیشون منتقدن، بعضیشون اصلا دشمنن با حتی با جمهوری اسلامی، ولی در دام این گفتمان افتادن. بسیاریشون واقعا میشه گفت که در دام این گفتمان افتادن، بعضی هم دیگه براشون عادت شده دیگه، میدونی، یعنی یک راهی پیدا کردن برای اینکه بتونن اون خشم خودشون رو به قول معروف بروز بدن. یه عبارتی رو به کار میبرن، به اصطلاح اون خشم خودشون رو خالی بکنن، یعنی از وضع موجود ناراضیان، حالا میان حمله میکنن به همه دیگه، به نفس قبلی، نمیدونم به چپه ملی، به این، به اون، به روشنفکر، به نویسنده. و اینکه من میگم این گفتمان رو یا شبه گفتمان رو دستگاه امنیتی تولید کردن و دارن ترویج میدن، این تحلیل نیست. ببینید حالا چون گفتم امید کشی، یه اشاره هم بکنم به یه شخصی به نام امید که در سوئد داره زندگی میکنه. این یکی از مروجان عمده همین گفتمان پهلوی گرایی بود و این شخص بعدن حالا شواهدی در موردش پیدا شد که با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی داره کار میکنه و به خاطر همین اومد مواضع خودش رو تغییر داد و الان شده یکی از مدافعان اصلی خامنه‌ای. یعنی ویدیوهای همین امید سوئدی که دارم میگم رو شما الان توی پلتفرم‌های داخلی هم میتونید پیدا بکنید، مثلا تو سایت آپارات ویدیوهاش هست، توی نماشا هست که میاد تمام قد از خامنه‌ای دفاع میکنه. بنابراین ما که شواهد کافی در دست داریم که این گفتمان رو دستگاه‌های امنیتی دارن ترویج میدن. یه نکته‌ای رو من در پایان بگم. ببینید بعضی وقتا من خیلی میشنوم که افراد میگن مثلا اتاق فکر جمهوری اسلامی، نمیدونم اینا رو میسازه اتاق. ببینید جمهوری اسلامی از نظر من اتاق فکر نداره، یه اتاق حقه‌بازی داره، یه اتاق فریب داره و چیزی هم از توش بیرون نمیاد. یعنی همین حقه‌بازی‌ها و همین ترفندها و همین فریب‌ها فقط از توش میاد بیرون. و واقعا اگر این ترفندها شناسانده بشه، به بخش زیادی از مردم شناسانده بشه،
دیگه بی اثر خواهند شد، یعنی ترفندها بی اثر میشن و اون موقع هست جمهوری اسلامی با یه فوت میتونم به شما بگم که سقوط میکنه. منتها خب متاسفانه اکثریت مردم اونقدر فرصت ندارن که بخوان بیان این مسائل رو با دقت بررسی بکنن. یه طرف شما میبینید مثلا یه کارگری هستش که صبح میره سر کار، نمیدونم تا شب میره کار میکنه، حالا شب مثلا ممکنه 200 وقت آزاد داشته باشه، بخواد من پای تلویزیون بشینه و بره پای اینترنت و اینا، یه فرصتی نمیکنه که بخواد بیاد این ریز مسائل رو تحلیل بکنه. و توی این گفتمان های کاذب هم همیشه این احساسات افراد که بازی گرفته میشه و شخص رو احساسیش میکنن و خب این منجر میشه که به هر صورت طرف واقعا متوجه ترفند اصلی نشه، چون در چارچوب همین گفتمان پهلوی گرایی گاهی اوقات به جمهوری اسلامی بد و بیراه هم گفته میشه. آقا ما الان چه میدونم به روزگار خیلی بدی دوچار شدیم و نمیدونم یک سری احمق دارن بر ما حکومت میکنن، این حرفا هم زده میشه که خب این حرفا جالبه و جذابه برای خیلی ها و به همین خاطر ممکن جذب این گفتمان ها هم بشه. حالا در مورد ترفند های دیگر در گفتارهای بعدی صحبت خواهم کرد. گفتار امروز رو به پایان میبرم. فقط یک نکته رو خدمت شما بگم، کسانی که از کانال یوتیوب این گفتارها رو به صدا دنبال میکنن لطف بکنن و مشترک کانال یوتیوب ما بشن، کانال گلچین فر رو سابسکرایب بکنید، دنبال بکنید. این دیگه حداقل حمایتی هستش که شما میتونید از این برنامه داشته باشید. تا گفتار بعد، به درود، موفق و پیروز.